سیستم مورد نیاز برای نصب نرم افزار گربر. در این بخش از معرفی نرم افزار گربر میخوایم ببینیم که سیستم ما باید چه بستری رو برای نرم افزار گربر فراهم بکنه تا این نرم افزار به خوبی بر روی سیستم ما نصب و اجرا بشه و ما بتونیم از اون در جهت ساخت مدل ها و الگوها و طراحی خودمون استفاده بکنیم. از جمله نیازمندی هایی که این نرم افزار داره و سیستم ما باید داشته باشه اینه که حداقل سیستم عامل هایی که استفاده میکنیم ویندوز XP، ویستا و یا 7 باشه. همچنین پردازشگر کورای 5 2400 و 3.1 گیگاهرتزی یا بالاتر از اون پیشنهاد میشه که سیستم ما داشته باشه. حداقل فضای هارد دیسکی که نیاز هستش تا این نرم افزار به خوبی نصب بشه 250 گیگابایت یا بالاتر هستش. حداقل حافظه هم 4 گیگابایت یا بالاتر هستش و همچنین گرافیک صفحه نمایش هم از نظر رزولوشن باید حداقل 1280x1024 UVGA باشه تا بتونیم به خوبی از این نرم افزار خروجی بگیریم و نمونه خوبی رو داشته باشیم. از ویژگی های دیگه که میتونیم بگیم که سرعت پردازشگر یا همون CPU ما باید اینتل دوال کور اینتل باشه و چیزی هم که پیشنهاد میشه اینتل M-Core i5 هستش. ظرفیت هارد دیسک هم حداقل 20 گیگابایت یا بالاتر باشه و چیزی هم که پیشنهاد میشه همونطور که گفتیم 250 گیگابایت هستش. حداقل حافظه 4 گیگابایت هست و چیزی که این نرم افزار خودش پیشنهاد میکنه 8 گیگابایت یا بالاتر از اون هستش و پورت های USB بهتر سیستم رو داشته باشه و همچنین از سرویس بک کارنت سیستم ما برخوردار باشه و از اون استفاده بکنه. اینها حداقل شرایطی هستش که سیستم ما باید داشته باشه که ما بتونیم از این نرم افزار در جهت انجام پروژه خودمون به خوبی استفاده بکنیم.